ساخت آنزیمی با توانایی تجزیه پلاستیک در چند ساعت. بدون شک شما هم اگه یکم اخبار زیست محیطی گوشه و کنار جهان رو دنبال کرده باشید، متوجه شدید که میزان بسیار نگران کننده ای از آلودگی پلاستیکی در سیاره ما وجود داره. و دانشمندان مدام در تلاش هستند تا راه‌هایی رو برای استفاده از پلاستیک بدون آسیب رسوندن طولانی مدت به محیط اطرافمون پیدا کنن. بر پایه یک مطالعه جدید، استفاده از یک آنزیم خاص ایجاد شده توسط گروهی از مهندسان زمان تجزیه اجزای پلاستیک رو به شدت کاهش میده. تیم سازنده این آنزیم بر این باورند که حتی بشه برای پاکسازی مکانهای آلوده به پلاستیک به کار برده بشه. همراهان چنل ساینتیا سلام. موضوع ویدئوی امروزمون خبر ساخت آنزیمیه که توانایی تجزیه پلاستیک در چند ساعت رو داره. پس برای اینکه بیشتر در موردش بدونین تا پایان ویدئو همراه ما باشین. اما لطفاً قبل از شروع به چنلمون سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای اطلاع از جدیدترین آپلودهای ویدئوهای ما روشن کنید. صنعت مدیریت زباله در طی آزمایش‌ها محصولات ساخته شده از پلیمر پلی اتیلن ترفتالات توی یک هفته و در بعضی موارد دیگه طی 24 ساعت شکسته شدند. برای اینکه به عظمت این آزمایش پی ببریم، باید یادآور بشیم که ممکنه قرن‌ها طول بکشه تا چنین محصولاتی به طور درست و کامل در شرایط طبیعی تجزیه بشن. امکانات برای استفاده از این فرایند بازیافت پیشرو در صنایع بی پایان هستش. فراتر از کاربردهای مورد تصور و بدیهی توی صنعت مدیریت زباله، این دستاورد همچنین به شرکت‌های هر بخش فرصت میده تا توی بازیافت محصولات خودشون پیش قدم بشن. روند کار آنزیم تیم پژوهشی اسم Fast Pet Ace رو برای آنزیم ابداعیشون در نظر گرفتن که در زبان انگلیسی مخفف 4 واژه عمل کردی، فعال، پایدار و متحمل هست. اونا این آنزیم رو از یک پت ایس طبیعی تولید کردند. آنزیم طبیعی یاد شده به باکتری ها امکان تجزیه پلاستیک پت رو میده. مهندسان در ادامه با استفاده از یادگیری ماشین روند طبیعی اونو اصلاح کردند و در نهایت موفق به شناسایی 5 جهش مشخصی شدند که آنزیم ها رو قادر می سازه تا مواد پلاستیکی رو در شرایط مختلف محیطی به مقدار بسیار سریع تری تجزیه کنه. یافتن آنزیم Fast Pet Ace محققان بعد از اتمام کار این گونه از آنزیم در برش پلاستیک به واحدهای مولکولی اصلی در ادامه پژوهش‌های خودشون نشون دادن که میشه با اتکا به فرایندهای شیمیایی مولکول‌های پلاستیک‌های تفکیک شده رو برای ایجاد محصولات پلاستیکی جدید دوباره به هم متصل کرد. یعنی باز پلیمریزاسیون. یافتن آنزیم Fast Pet Ace شامل مطالعه 51 ظرف پلاستیکی مختلف بعد از مصرف، 5 مورد الیاف پلی‌استر مختلف و همچنین پارچه و بطری‌آب ساخته شده از پت بود. گونه ی آنزیمی ابداع شده در آزمایش‌ها روی همه این محصولات کارایی داشت. نکته مهمتر این که اثر بخشی اون توی دمای کمتر از 50 درجه سانتیگراد به خوبی اثبات شد. موقع در نظر گرفتن برنامه‌های پاکسازی محیط زیست به آنزیمی نیاز پیدا میشه که بتونه در دمای محیط و در محیط به خوبی کار کنه. این نیاز دقیقاً همون جاییه که این فناوری ابداعی در آینده برتری‌های زیادی خواهد داشت. نقش پررنگ Fast Pet Ace در کمک به محیط زیست. پت توی خیلی از بسته‌بندی‌های مصرف کننده از منسوجات گرفته تا بطری‌های نوشابه وجود داره و تصور میشه که به تنهایی 12% از کل زباله‌های جهانی رو تشکیل میده. اگر این رقم به اندازه کافی براتون ترسناک به نظر نمیرسه، توجه شما رو به یک گزاره دیگه جلب می‌کنیم.
توی سطح جهانی کمتر از 10% از کل پلاستیک ها بازیافت شدند. وارد عرصه شدن فست پتیس توی چنین شرایطی میتونه تا حدودی راهگشا باشه. به گفته پژوهشگران روش اخیر نسبتاً ارزان بوده و قابلیت حمل و انتقال آسونی هم داره. از طرفی گسترش اون تا سطح صنعتی مورد نیاز هم چندان دشوار به نظر نمیرسه. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدواریم براتون جالب بوده باشه. لطفا نظراتتون رو برامون کامنت کنین و به همون بگین که آیا میدونین جایگزین طبیعی پلاستیک چیه؟ آیا امکان تبدیل پلاستیک به سوخت مایع وجود داره؟ خوشحال میشیم اگر این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و به دوستانتون هم معرفی کنین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.